مقام های پاکستان بیش از 1400 پناهجوی افغان را دستگیر کرده و زنان و سالمندان را مورد آزار و اذیت قرار دادند. با به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در افغانستان باعث شد بخش های زیادی از جمله کارمندان دولتی و شیعیان به عنوان اولین گام در جستجوی امنیت به سمت کشور همسایه یعنی پاکستان حرکت کنند. به گزارش رسانه ها مهاجران افغانستانی خیلی زود با فشارهای زیادی مواجه شدند و تعدادی از آنها مورد حملات مکرر مقامات پاکستانی قرار گرفتند و صدها نفر از آنها حتی زنان و افراد مسن زندانی شدند. بخش کلیپ های ویدیویی نشان می دهد که پناهجویان افغانستانی در پاکستان مورد تخلفات زیادی قرار گرفتند، در حالی که تعداد بازداشت شدگان به بیش از 1400 پناهجوی افغانستانی می رسد و دولت پاکستان در این زمینه سیاست روشنی از خود نشان نداده است. مقامات پیشین افغانستان به نوبه خود اظهار داشتند مشکل اصلی فقدان سیاست روشن در قبال پناهجویان افغانستانی است. دولت پاکستان بندر اسپین بولدک را به روی افغانستانی ها باز کرد و به آنها اجازه داد بدون کاغذ وارد شوند، اما غافلگیر شدند. رفتار خشن بود و پناهندگان را با طناب بستند و به زندان بردند. فعالان و سازمان‌های حقوق بشر از دولت پاکستان خواستند تا سیاست مناسب و روشنی را در قبال پناهجویان افغانستانی دنبال کند، یا در وهله اول اجازه ورود به آنها را ندهد، یا تا زمانی که اجازه ورود به آنها را می‌دهد رفتار شایسته انسانی با آنها داشته باشد. همزمان حاجی خلیل رحمان حقانی وزیر مهاجرت طالبان از سرپرست سفارت پاکستان در کابل خواست که کشورش در سیاست‌های خود در قبال افغانستانی‌ها به ویژه کسانی که برای مداوای بیماران می‌روند تجدید نظر کند. در این باره گفتگویی داشتم با سلطان علی جاوید، کارشناس مهاجرت و توسعه از فرانکفورت آلمان، و از ایشان پرسیدم علت این رفتار پاکستان با مهاجران افغانستانی چیست و برای مهاجران چه اقداماتی میتوان انجام داد؟ با تشکر از سوال شما، خدمت شما عرض کنم که افغانستان چیز در حدود 2 میلیون مهاجر در پاکستان داره که اینا دارای کارت پی او آر، کارت اس اس ای و همچنین اکثر افغان ها فاقد مدرک هستند و ممکن در بعد از سقوط نظام ممکنه تعداد مهاجر فاقد مدرک بیشتر هم شده باشه. مدیریت مشترک مهاجرین افغان در پاکستان به اساس یک تفاهم‌نامه 3 جانبه میان پاکستان، افغانستان و یونیسف صورت گرفت که به اساس تفاهم‌نامه هر کشور و همچنین یونیسف یک سلسله مکلفات داشتند که خود تفاهم‌نامه در واقع ضمانت اجرایی تمامی اینا این مفاد تفاهم‌نامه بود. احساس میکنم که بعد از سقوط نظام این تفاهم‌نامه دیگر فکر می‌کنم که ضمانت اجرایی نداره، چون دولت پاکستان عملاً با یک کشور مشروع روبرو نیست و همچون با یک نظام حاکم در افغانستان روبرو است که ممکن اجرای تفاهم‌نامه برای پاکستان خیلی نگران کننده نباشد. این که چرا پاکستان آزار اذیت میکنند، من فکر می‌کنم دو علت عمده میتونه باشه. اولی است که پاکستان هر زمانی که خواسته روی افغانستان فشار سیاسی بیاره، اونا از مهاجرین میشه استفاده کرده، یعنی مهاجرین به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرده. دومنه علت می بوده که به هر نحوی بوده پاکستان همیشه یک مقدار پول را از کشورهای اروپایی، کشورهای سنتی یا دونرهای سنتی دریافت میکنه که این پول در اقتصاد پاکستان تزریق میشود و داخل از طریق مؤسسات مختلف مصرف میشودن. فکر می‌کنم که پولا در آخر کم شده باشه و پاکستان دست به آزار و اذیت می‌ده تا اینکه دولت ها متوجه این همچون یکر بشه و اینو بگن که خب ما بودجه به خاطر نگهداری مهاجرین در پاکستان دیگه نداریم تا کشور را برزن پول بده. در قسمت سوال شما که در بخش دوم سوال شما که عرض کردیم که چی اقداماتی باید صورت بگیره، من شخصا به عنوان کسی که در بخش مهاجرت کار کردیم 3 پیشنهاد عمده دارم. اولین پیشنهاد بیست که دولت پاکستان باید پدیده مهاجرت رو یک پدیده بشری قبول بکنه. متاسفانه پاکستان همیشه پدیده مهاجرت به عنوان یک ابزار فشار سیاسی استفاده کرد. دومنه موضوع تداوم تفاهم نامه استراتژی راه حل و
تفاهم نامه سه جانبه است که باید ادامه پیدا بکنه و هر و دولت پاکستان متعهد به اجرای مفاد تفاهم نامه باشه. سومین موضوع هم موضوعی است که دولت پاکستان با وجودی که کنوانسیون 1951 رو امضا مشروط امضا کرده ولی متعهد به یک سلسله از قوانین مهاجرتی هستند که باید نظارت دقیق صورت بگیره که پاکستان از این مفاد کنوانسیون تخطی نکنه و در قبال مهاجرین یک برخورد انسانی داشته باشه و همچنین به عنوان یک کشور همسایه از افغانا پذیرایی بهتر داشته باشه.